سلام بچه چطور انسان و خوش اومدیم به این چنل. امروز با هم دیگه میخواییم ترک جدید آرتا دیزاینر سموک برپ رو گوش بکنیم به نام بنزما. داخل اسپاتیفای آرتا میخواییم ترک رو گوش بکنیم. فکر نکنم جای دیگه فعلا اومده باشه، ولی خب من هایپ بودم، دوست داشتم سری و سر گوش کنم. با هم دیگه گوش میکنیم، نظر میدیم ببینیم دوستان چیه، رپ جهانی شد، رپ فارسی یا نه. ولی خب به هر حال خیلی پیشرفت بزرگیه دیگه. دیزاینر هم چی، رپر خیلی ضعیفی هم نیست، خیلی فالوش میکنن. ترک پاندا مخصوصا که از ترک های خیلی خفن و قفلیشه. کاور ویدیو یعنی کاور موزیک دست بنزما، مثلا دیدین همیشه اینجا رو میبنده دیگه، همیشه یه چیزی بیسته سفیدیه، این طلاییه. ولی بریم حالا، شاید به خاطر توپ طلاییه که گرفته. بریم ببینیم داستان ترک چیه. این حالا من نمیتونم در بیارم صداشو، ولی اینو تو ترک پاندا رو اگه شنیده باشین دیگه گنده ترین ترکشه. اگه نشناسین اسمشو هم، ولی مطمئنا شنیدین 100%. خفن ترین ترکشه که همین حرکت رو داخل ترک پاندا هم زیاد انجام میده. پاندا 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 مارچاقی نگی اشتبا کارا جایی نگی مثل ماس منم بخری با اسکناس تکی میگامه تو شبی بنزما په مارو چاقی من تازه بازی تموم شد دارم الان ویدیو رکورد میکنم، رئال و منسیتی، که فکر کنم بنزما خیلی به نظرم حالا مثلا بنزما توی فوتبال به نظرم خیلی گنده نیست. حالا یه توپ طلا مثلا میدونی مسی و رونالدو اصلا یه فضای دیگه این دیگه. تو میگی تکی، حالا میگم تو مثل بنزما، البته رفرنس از فصل پیشه که واقعا تکی بنزما خیلی رئال رو آورد بالا همون سالی که یو سی ال برد در کمال ناباوری همه. اون تایم آره به نظرم تکی، ولی میدونی مثلا چیزی نیست که همیشگی باشه، میدونی همیشگی نیست، یعنی یه بار مثلا در سال شاید اتفاق بیفته مثلا خیلی خفن باشه. اینو امسال این فصل زیاد جالب نبود بنزما، این بازی هم که خیلی ریده بود. اوکی بریم حالا گوش بکنیم. منم بخری با میکس و مستری داره جناس تکی میگم تو شبی بنزما په ما رو چاقی نگی اشتباه کارو جایی نگی مثل ماست منم بخری با اسکناس تکی میگامه تو شبی بنزما یارم کانترکت بکنم ساین من کشا میشه بی تی سی میره تو بایننس هیتر ها هیت میدم کانترکت ها میاد و منم ساین باید بکنم، یعنی امضا باید بزنم، کانترکت ها رو ببندم، قرار داده رو ببندم، داستان داریم. اوکی ادامه داستان بکنم ساین من چی صدای اون امضا زدنم میاد داخل بیت کار افکتش میشه بی تی سی میره تو بایننس هیتر ها هیت میدن باز میخوام با هم اکس فاک من با رسا میچوخی ما دم وایت هاوس کف پاریس دم وایت هاوس خانه چیز امریکا دیگه اکس فاک من با رسا میچوخی ما دم وایت هاوس کف پاریس میایم با لاتینا دم لابی زومم با پارازیا دافه گیه هی میگه سارا بیا پاگانی پاک میگازی ما تا ویلا برلی هم تیمه موزیکا نفهمیدم منم اون تیکه رو، یعنی به جا بود یعنی چیه، منم تو فکرم اون یعنی چی اومد. بذار پاریس میایم من بالا تینا پاپارازی که دیگه میدونیم دیگه دم لابی زومن پاپارازی ها دافه گیه هی میگه سارا بیا دافه گیه یعنی دافه لزبیان دیگه، یعنی گی همین معنی رو میده، یعنی هم جنس باز. حالا مهم نیست تو حتما به دو تا دختر بخوای بگی لزبیان این داستانا، دفعه گی میگه سارا بیا. آره خیلی نمیدونم نفهمیدم، حالا بچه ها میفهمن بفهمیدین برام تو بزن، اگه مثلا معنی خاصی داشت، اگه چیزی داشت، کنایه ای بود، اگه یه لفظی بود حتما بنویسین که چی بوده داستان. پاگانی پاک میگازیم ما تا ویلا برلی هم تیمه موزیکا مثل چی گایده کوری کوکو در میاره رو هوا میزنن هنه دیزاینر کسی شاخ شد جلومون ببینی من امی کرایمه چینم وی وی اسی میلیارد پندنت میگیری فکرنی دایمه We did that shit, we put that shit together Ain't nobody that I know that do it better I be beating up that pussy, I could put it in that Gaudio 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 Looking through these Cartier glasses I see strippers shaking whole lot of asses
کلو خیلی خفنه ورس دیزاینر رو خیلی هستم، ولی من میدونی چی دوست داشتم؟ این حرکتی که میزنه همیشه دوست داشتم این نباشه، چون یه جدیدی نیست. حالا درسته مثلا این خیلی معروفش کرده بیا دوباره همون کار رو انجام بده که شاید مثلا بالا نشون بده که آره این کارم بوده، کسی نشنیده یادش بیاد. مثلا میتونه سیزی یه حرکت جدید بزنه، مثلا میگه آه تو اینکه مثلا یه صدای دیگه در بیاره، منظورم اینه میتونه سی صدای دیگه در بیاره که اونم موندگار بشه در واقع شاید توی ذهن حداقل ما ایرانی ها. ولی نمیدونم دیگه، باید خوبه کلا، ولی هستم ترک و هستم. Money stacking, I check around the world. Yeah, my niggas is blowing. I play to feel like Benzema. Where I play, نمیدونم چی مثل بنزما فکر کنم. بذار. I play in the field like Benzema. یعنی من بازی میکنم داخل زمین مثل بنزما بازی میکنم. یعنی بازیم خیلی خفنه. Field که همون زمینه دیگه، زمین چمن این دوستانا. In a double R, fuck it, chop the roof. I would it to me, wanna feel it, I need two. I need me bitches by the pair, bring me two. She got no titties, but God, I just bitch a cool. I told him bring a competition, I don't see him. I hit the bitch on vanish mode, through the DM. یکی دافیه رو گذاشتم تو ونیش مود داخل دایرکت هم DM. یعنی که ونیش مود، ونیش میشه ناپدید شدن دیگه. یعنی میتونه معنی میتونه این بده که مثلا کسی نمیفهم. حالا دافیه رو حواسم هست اینقدر زیادن مثلا وای خسته شدم بپوشونم، مثلا اون یکی دافه اصلیم نمیبینه، ولش کن حوصله نرم اینو. حالا مهم هم نیست همشه، فقط بدونی ونیش معنی ناپدید شدن میده. Pull up and I psych out in this bitch, I'm off of here. Pull up and I straight shit, I'm Benzema. We on strikers where I come from, shit get real. Got a project, bitch, she had you like Lorelli. آرتا رئالیه. میخوام بدونم مثلا دیزاینر و اسمک پروپ هم حتما رئالی هند. قبول کردم حالا تو ورسشون بنزما رو بیارن، مثلا بنزما رو خیلی گنده بکنن و این داستان ها. میخوام باید رئالی باشن دیگه مطمئنه، قطعا نمیدونم. Got a project, bitch, she had you like Lorelli. Know that perk em with that aura, they gon' feel em. Cartier lens, bitch, I'm dripped down in design. Steppin' with that foot, get on with design. Different tools on me, I came in here like I'm a Viking. All my P's and Q's, I gotta stay on perfect time. Monitory, now you Eskenos. Eskenos. Benzema. Eskenos. Benzema. اشتباه انتخاب. اوکی تمام شد ترک. ترک توپی بود به نظرم، یعنی واقعا به نظرم پرچم و بالا نگه داشت. آرتا ورس بدی نداشت که مثلا حالا یه ترکی داره میده، حالا با یه رپر خیلی شناخته شده مثل دیزاینر ورس بدی نداشت. واقعا ورس آرتا رو من دوست داشتم، کورس کارم خیلی بال بود. کاش این آخر دوباره کورس رو یه بار دیگه تکرار میکرد، شاید هم زیاد میشد، بیش از حد میشد. نه ولی کلا ترک وال بود. حالا من فقط چیزشو دوست نداشتم دیگه، این بنزما رو فقط دوست نداشتم. اسم ترک میدونی چی؟ نمیدونم، شاید چون رئالی نیستم اینجوری دارم میگم، ولی خیلی گنده. مثلا میتونه زلاتانو بذاره، مثل زلاتان، مثل بنزما، مثل زلاتان. زلاتان آخه بهش میخوره واقعا، گندگوزی. حالا بیشتر بهش میخوره، من میگم تو مثل زلاتان بیشتر به این میخوره دیگه. مثلا بنزما آدم مسلمون و روزه
گیر و نمازخونیه مثلا، میدونی؟ حالا شاید داره مثال به تشبیه به فوتبال مثلا اینو میگه آرتا، ولی اگه بخواد مثلا خیلی دیگه گنگش رو ببره بالا میتونست از زلاتان هم استفاده بکنه به نظرم. ولی در اصل ترک خیلی خوبی بود، ورس خفنی داشت، دیزاینر رو خیلی ورسش رو دوست داشتم آرتا، ولی اسمک پرپو خیلی خیلی به دلم ننشست، ورسش خیلی حال نداد بهم، ولی دیزاینر رو اون اصلا وکالی که اون دلیوری دیزاینر خیلی حال داد بهم. دمتون گرم، مرسی که تو این جمع ما بودین بچه‌ها، حتما نظرتون راجع به موزیک برام بنویسید. تا بعد.